بام تروریسم فرو ریخت، طلسم در هم شکست، مقاومت شما سیاوشوار از آتش افترای ظالمانه گذر کرد، قانون و عدالت را بر سریر پیروزی نشاند و حق مبارزه مردم ایران با 120 هزار شهید آزادی را اثبات کرد. درود بر شما. این است نقطه عطف تعیین کننده در مسیر تغییر دموکراتیک در ایران. این است آغاز یک دوران خجسته و این است تلیعه رهایی میهن اسیر. این پیروزی بر ایران و ایرانی مبارک باد، بر مدافعان عدالت و دموکراسی، بر قهرمانان شهر اشرف که این پیروزی نتیجه پایداری آنهاست، و بر آن که گفت مبارزه بر سر حسب یاوه تروریستی مبارزه ایست با پیروزی محتوم. آری، بر رهبر مقاومت مسعود مبارک باد. یادتان هست که 2 سال پیش در اجتماع بزرگ شما در پاریس گفتم تمام دعوا بر سر حقوق مردم ایران است که با این نامگذاری به حلقوم رژیم آخوندی ریخته شده است، و به متصدیان این تاریکخانه ها گفتم که حقوق ملت ایران را اگر در کام اژدها هم پنهان کنید آن را بیرون خواهیم کشید. و بالاخره دیدید، خوشا مقاومت شما که امروز بخشی از حق ملت ایران را در یک نبرد نابرابر برآورده ساخته است. جایی نماند که نرفته باشید، دری نبود که نکوبیده باشید، بسا وجدان‌های بیدار را که به حمایت خود برانگیختید و بسا وجدان‌های خفته را که بیدار کردید. خوشا آیین و ایمان شما که نه خستگی می‌شناسید نه عجز و یأس، نه در پی نام و نشانید نه چشم داشت و توقعی دارید. راستی که کوشش و از خودگذشتگی شما، این همه پشتکار و این همه صمیمیت و فروتنی هر انسانی را به احترام وامی دارد. آنقدر در این تحصنها سرما و خستگی تحمل کردید که جسمتان بیمار شد، اما اراده هایتان استوار باقی ماند. خیابان‌های ایستادید که نمایندگان پارلمان‌ها گفتند از این ایستادگی به عمق ایمان و آرمانتان پی برده‌ایم. هر وقت چهره‌های مصمم شما مادران، پدران، جوان‌ها و نوجوان‌های تحسین کننده را از تلویزیون می‌دیدم غرق تحسین و خضوع می‌شدم. سلام بر شما که پیک های شهر اشرفید و از آن الهام گرفته اید. سلام بر شما ای قهرمان ها و ای آرش های زمانه. شما ای قهرمان ها و آرش های زمانه، شما برای آزادی مردمتان همه هستی خود را در تیر آرش به پرواز درآورده اید.
سلام بر شما ای اشرفی ها و اشرف نشان ها. در سیمای شما پیروزی محتوم آزادی ایران را میتوان دید. راستی که شما زنان و مردان آزاده، راستی که شما زنان و مردان آزاد و رها در هر کجا که باشید، از شهرهای ایران گرفته تا شهر اشرف و از اینجا تا چهار گوشه جهان، چه قدرتی دارید و چه ایمانی. ایمان به آزادی، دموکراسی و برابری و ایمان به قدرت انسان برای تغییر محیط و ساختن یک دنیای تازه. و این چنین بود که توانستید در این کارزار پیروز شوید. دوران پیشروی شما آغاز شده. حالا زمان تجدید نظر در همه سیاست هایی است که بر پایه مماشات با فاشیسم مذهبی و سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک ساخته شده. زمان به رسمیت شناختن این مقاومت به عنوان جایگزین دموکراتیک رژیم نامشروع حاکم بر ایران، زمان واگذاری کرسی های ایران در مجامع جهانی به نمایندگان حقیقی آن یعنی مقاومت ایران، و زمان محکومیت جهانی رژیم حاکم بر ایران به عنوان بانکدار مرکزی تروریسم و خطر عاجل صلح و امنیت جهان. همچنان که مسعود گفت، برداشتن راهبندها از مسیر حرکت مردم و مقاومت ایران به سر تا پای رژیم رعشه مرگ می اندازد. به همین دلیل آخوندها سرمایه گذاری خود برای محاصره و قفل کردن جنبش مقاومت را بر باد رفته می بینند. آنها تمام جنگ روانی و تبلیغات شبانه روزی خود در مورد از بین رفتن مقاومت را نقش براب می‌بینند. از این پس آنها از زنان و دانشجویان دلیر که با شعار مرگ بر دیکتاتور به پا می‌خیزند صد بار بیشتر می‌ترسند. از این پس آنها از خشم کارگران و معلمانی که علیه بی‌حقوقی خود اعتصاب و اعتراض می‌کنند صد بار بیشتر می‌هراسند. ما به آنها می‌گوییم بر خود بلرزید، پایان کار شما فرا رسیده است. موضوع مبارزه ما علیه لیست تروریستی از آغاز تا امروز چیزی جز اثبات حق مردم ایران برای مقاومت علیه دیکتاتوری نبوده و نیست. موضوع نبرد ما برای عدالت از آغاز به دست آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت برای میهنمان ایران است. آری، آزادی، دموکراسی و عدالت برای ایران. برای بنا کردن یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت و جامعه‌ای بر اساس برابری زن و مرد،
برای لغو حکم اعدام و پایان دادن به عصر شکنجه و تعزیر، برای خاتمه بخشیدن به دوران سیاه تفتیش عقاید و پوشش اجباری، برای آزادی های فردی و اجتماعی و فرصت های برابر اقتصادی، و برای یک ایران غیر اتمی و سرچو. آری، نبرد ما برای برقراری دموکراسی و آزادی در ایران است و این نبردی است تا پیروزی محتوم. نبرد ما برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران است و این نبردی است تا پیروزی محتوم. سلام بر مردم ایران، سلام بر جوانان مجاهد و مبارز در سراسر ایران، سلام بر اشرف پایدار، سلام بر آزادی. موفق و پیروز باشید. درود بر همه شما.